دکتر ایرج ناصریان، وکیل رسمی امور مهاجرت در ایالت کالیفرنیا، دادگاه های فدرال و دادگاه های BIA در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبانان در سراسر جهان. در دفتر حقوقی دکتر ایرج ناصریان، امور مربوط به اخذ ویزاهای کار، دانشجویی، اقامت دائم و گرین کارت، تبعیت و همه موارد قانونی مهاجرت به ویژه جلوگیری از اخراج موکلین با دقت پیگیری و تا گرفتن نتیجه مطلوب انجام می شود. برای انجام کارهای مهاجرتی خود با اطمینان با دفتر حقوقی دکتر ایرج ناصریان تماس بگیرید. تلفن های تماس 855-947-7900 و یا 310-337-7900 و یا ارتباط از طریق وبسایت www.lyingcal.com. بینندگان عزیز در هر جای دنیا که هستین، امیدوارم که روز و روزگار رو تحت شرایطی که هست به سلامت بگذرونید و درود بر شما. برنامه ما در حدود چندین ساله که برای کسانی که اولین باره که این بر گوش میکنم، من اینو صحبت میکنم، چندین ساله در حدود بیش از دو دهه هست که ما این برنامه رو داریم. اولی که این برنامه شروع شد به نام آشنایی با قانون بودش. آشنایی با قانون رو اسمش رو برای این من گذاشتم، برای اینکه دیدم که اکثر مردم، نمیخواد میگم قلیبه به اتفاق، ولی اکثر مردم قوانین ایمیگریشن رو نمیدونن، که ایرادی نداره. مثلا منم قوانین چشم پزشکی رو نمیدونم، دلیل نمیشه که آدم کمتر یا بالاتری هستم، ولی اون که مسلمه موقعی که مشکل چشم دارم پهلوی چشم پزشک میرم. البته این یادم میاد به یکی از داستانهای سعدی که واقعا بگم ما جواهراتی داریم در ادبیات ایران، یکیش سعدی از حافظ از مولوی، تعداد زیادی که نمیشه آدم اسمشون رو ببره. و اون سعدی رو میخوندم میدم که نوشته که مثلا در این مورد میشه مردکی را چشم درد برخواست، پیش بیتار رفت. بیتار از اون دارویی که به چشم حیوانات میمالید به چشم این طرف مالید. چشم مردک کور شد، رفت پلوی داروغه، غرامت میخواست. گفتش که داروغه گفت به این غرامت واجب نیست. گفتش که چرا؟ نه. گفت اگر که جزء اون موجودات نبودی پیش بیتار نمی رفتی. و نگاه میکنم میدم که خب خیلی ها هستن که مشکلاتی در امور ایمیگریشن دارن و اطلاعات بدی میگیرن. بعضی موقع اطلاعاتشون ممکنه خوب باشه، ممکنه بد باشه. چرا؟ مثلا ممکنه که من در یک کیسی رفته باشم، خودم این کار رو انجام دادم، یا دادم به دست پسر خالم، عمم، خالم، و بارها شنیدم از مردم که آه ما مثلا برای همه فامیلمون این کار رو کردیم. آره، ولی هر فکت سیچویشنی، هر بکراند یک نفر با یه نفر دیگه فرق میکنه. قانون ممکنه که در اون مورد بیاد یه جوری این رو تجزیه و تحلیل کنه و در مورد دیگه نه. و من به عنوان مثال مثلا بگم، خانمی بودش که اومد برای من، از من تقاضا کرد که برای دخترش تقاضای گرین کارت بکنم. بعدن که من معمولا خب خیلی سوال میکنم برای اینکه بفهمم چیز رو، موقعی که دیدم که
این دختر خانم مجرد بوده، مادر گرین کارت داشته و یه نفر بهش گفته بوده که تو اگر سب کنی سیتیزن بشی این برات بهتره. برای همینم الان اومدم که میخوام برای دخترم تقاضا کنم. گفتم خانم شما چند ساله که گرین کارت داری؟ گفت مثلا من 5 سال نیمه 6 سالی که گرین کارت دارم. گفتم خب 6 سال به این دختر لطمه زدی، برای اینکه این دختر سنی بوده که مثلا میخواسته ازدواج کنه و شما ازدواج نکرده بوده و براش 6 سال پیش میتونستی تقاضا کنی. این دختر از دانشگاه افتاده، از تحصیلاتش افتاده، از اینکه پلو خانوادش بیفته. فلان کسی اینو گفتی؟ گفتم خب فلان کسی که وکیل نیست، فلان کسی که اگرم وکیل هست وکیل امور مهاجرتی نیستش. رون حساب من گفتم یه برنامه درست کنم تا اونجا که میتونم اطلاع به مردم بذارم و دیگه 2 ساعتم گذاشتم که در فلان روزی شما بیاین تلفن بزنین، من بدون هزینه با شما صحبت میکنم که این کار در ظرف چند سال گذشته کردم. و اتفاقا شاهدشم که اگر بخوام بگم اینه که هفته پیش مثلا یه کسانی که برنامه رو تماشا کردن دیدم که یه آقای چیز کرده برنامه برای خودش، برنامه برای خانوادش رو اجرا کرده و تمام اون به حساب ارگوها رو از صحبتهایی که ما روی تلویزیون کردیم انجام داده و خوشبختانه موفق شده. رو حساب این هدف من بودش که بتونم آگاهی به مردم برسونم و بعضی موقع ها روی گفته هایی که در فلان سایت هستش یا فلان کسی گفته یا نم قصاب سر کوچهشون گفته به اون چیز نکنم. البته من نمیخوام قصاب توهین میکنم، اون کار خودش بهتر میدونه ولی کار مهاجرتی رو نمیدونه. به هر صورت برنامه تا حالا خوب بوده، هم برای من خوب بوده هم برای مردم خوب بوده. برای من خوب بوده برای اینکه من یک از این طریق خب یه دل هستن که تلفن میکنن کار دارن و من کلاینت میگیرم. از یه طرف برای مردم خوب بوده برای اینکه ساعتهایی گذاشتم وقت میذارم برای مردم آگاهی میرسونه و الان من فکر میکنم موقعی که یکی به من تلفن میکنم میگم آگاه. مثلا دیروز بعد از ظهر یه نفری در مورد لیبر سرتیفیکیشن از من دیتیل همه چیز رو پرسید و یادداشت میکرد و میگفتش که آره من الان خوب فهمیدم که چی کار باید بکنیم چی کار باید. یعنی آگاهی هدف اولیه من که آگاهی دادن به مردم بوده، تا اونجا که تونستم به بهترین وجهی که تونستم، ممکنه کامل کاملم نبوده باشه و هیچ وقتم هیچ چیزی کامل نیست، ولی تا اونجا که تونستم این کار رو انجامش دادم و خوشبختانه بیشتر برخلاف خیلی کسانی که مرتب تو رادیو تلویزیون تبلیغ میکنن، این تنها راه، این برنامه تنها راهی بوده که من با مردم داشتم و هیچ این به حساب دعواهای روی تلویزیونی که اکثر وکلا بیشتر وکلای تصادف با هم دیگه میکنن نداشتم و اکثر کلاینتی که من میگیرم دهن به دهن هستش. یه نفر میگه من میخوام یه کار چیز دارم، میگم فلان کسی رو باش صحبت کن. اینو من حرفی که نخوام به طور اغراق بزنم، این حرفی که از خیلی کسا من شنیدم. به هر صورت این هدف بوده و سعیم میکنم که تا اونجا که میتونم این هدف رو به این هدف برسم. و اگر احیانا کسی هم هستش که مثلا یک کمبودی در برنامه من میبینه، هیچ مشکل ندارم که به من زنگ بزنم بگن. یه نفر به من گفتش که تو از شاخه به شاخه میپری. آره، دلیل من از شاخه به شاخه میپری چیه؟ برای اینکه من اکثرا این نیم ساعت اول برنامه رو سعی میکنم به کسانی که تلفن کردن از من سوالی کردن در یه مورد که دیدم این شاید برای خیلی مفید باشه
که قانون رو به طور کلی من بگم انجامش میدم. خب در ظرف این 20 دقیقه اول، نیم ساعت اولی که من صحبت میکنم، باید به 7-10 نفر جواب بدم. این 7-10 نفر هم هر کدوم یه موضوع مختلفی دارن. رو حساب اگر شاخه به شاخه میپرم، برای خاطر بر اساس سوالایی که مردم کردن، ولی اون سوالایی رو من تو تلویزیون مطرح میکنم که میبینم شاید به نفع همه باشه، بهتر آگاهی به همه داده شده باشه. به هر صورت این از مبحث اولیه من. مسئله سپاه هنوز همونجوری مونده. البته من کسی یه دو نفر رو دارم الان که سپاه خدمت کردن، ولی 20 سال سیتیزن اروپا هستم. آیا این که سیتیزن اروپا هست باز هم خدمت سپاه انجام داده، آیا این احتمال داره که این رو طبق اون دایرکتیوی که یک سال پیش سه تا از وزرای دادگستری، هوملند سیکیوریتی و وزارت کشور در آیا شامل اونش بکنیم یا نه؟ هنوز نمیدونم، رو این دارم کار میکنم. به محض اینکه جواب مثبتی رسیدم یا منفی که از اینا گرفتم، من فورا با مردم شیرش میکنم. یه صحبتی میکنن که بعضی موقع ها خب توی تلویزیون هم هست اینو. البته من چون سابقه منسی الکترونیکس دارم، رو حساب اینم من گفتم که شاید صحبت میکنم. اولا یک، تلفناتون رو خودتون، پیغامگیرتون رو، مسیجش خودتون ندین، برای اینکه از این صدا استفاده میکنم. ببینین صدا چجوری به یه جایی میرسه. امواج الکترونیکی هست که این صدا رو روش ماجولیت میکنن، سوارش میکنن و میفرستنش بره. البته بعض موقعی ماجولیشن امپلیتیود ماجولیشنه، بعدم فریکونسی ماجولیشنه، بر هم میگن AM و FM. خب موقعی که بیان این صدای شما رو بیان تشخیص بدن و از همین صدا مثلا حروفی که شما مصرف کردین اینو در میارن و جمله‌ای که خودشون دوست دارن میکنن. تلفن میکنم به یه نفری، مثلا میگن من فلان کسی هستم، فلان کسی هستم، این صدا کاملا درسته و آره تو پسرت یا برادرت یا پدرت الان گرفتنش و توی بازداشتگاه هستش، باید اینقدر بدی تا ترخیصش بکنن. خب آدم هر کسی میاد، مثلا برای من برای دو سال پیش این اتفاق افتاد. یه نفر تلفن کرد گفتش که یکی از نوه های من تصادف ماشین کرده و اون شخصی که این بهش شده مجروح، الان گذاشتن و اینقدر پول میخوان که باند بزشون. من فورا به دخترم تلفن کردم گفتم شان کجاست؟ گفتش که آره شان رفت دانشگاه. دیدم که نه، از این تقلب زیاد میشه، برای همین من میگم پیغامگیرتون رو مواظب باشین. یا مثلا یک مسئله دیگه بزنم، من تلویزیونم عوض کردم و این چیز ریموت کنترلشو باید که با صدا صحبت بکنه، مثلا میگم چنل 25 رو بگیر یا فاکس نیوز رو بگیر یا سی ان ان رو بگیر و تلویزیون خودشه که من بیام دکمه بزنم عوض بکنم، با این صدا چیکار میکنه؟ عوض میکنه، یعنی وایس ریکوگنیشن داره. همینجور هستش که بعضی الان شرکت ها و بیشتر از اینم خواهد شد که میان مثلا شما تلفن میزنی و میخوای که یک به حساب یک موضوع رو
به خصوص اداره دولتی توی امیگریشن ها که میگه که خب میخوایم این کیس فایل بکنیم، یوزرنیم چیه؟ میگم اینه. میگه پسورد تو ما خودمون چی میکنیم؟ تو بگو اسم من چی هستش. من میگم ایرج ناصریان. میگه خیلی خوب، همینو به عنوان پسورد مصرف میکنیم. خب آرتیفیشیال اینتلیجن همینه. سوار ماشین من میشم، میگم مثلا برو خیابون ویلشر شماره 125. خب این میاد از طریق جی پی اس میدونه من راهنمایی کنه. البته داره زیاد میشه، خیلی بیشتر میشه، در بعضی موارد به شغل خیلی ممکنه لطمه برسونه، ولی از اون طرف هم ممکنه زندگی رو بهتر بکنه. و این جواب اون کسانی که گفتن آرتیفیشل، اطلاع زیادی من دربارش ندارم، ولی این البته خوب دیتیله، میتونم برم دنبالش بگردم برای اینکه بکراند الکترونیکس دارم من. و ولی خب تا اونجایی که بتونم شیر کنم در لولی که همه اون بفهمیم، این رو صحبت کردم. خب در مورد سپاه که صحبت کردم، در مورد لیبر سرتیفیکیشن هست که الان لیبر سرتیفیکیشن هست که الان من برای یه عده دارم این کار میکنم. ببینید، یک، باید شما دفتر حقوقی نباید کارفرما پیدا کنه. چرا کارفرما پیدا نکنه؟ برای اینکه دفتر حقوقی موقعی شما رو به عنوان کلاینت میگیره، این موظفه که یک فایدیشوری دویتی داره. فایدیشوری دویتی یعنی چی؟ یا میگن فیدوشوری دویتی، یعنی اینه که انترست کلاینت تو بالاتر از انترست خودت بذاری. نه برای اینکه یک کیس بگیری بیای اینو نمیدونم این طرفش کنی اون طرفش کنی کلاینت رو جذبش کنی. نه، خوب و بده به کلاینت میگی من تصمیم گیر نیستم. موقع قانون رو خوبیش و بدیش رو در یک مورد به کلاینت میگم، اون وقت میگم تو تصمیم بگیر، من تصمیم برای تو نمیتونم بگیرم. راهنمایی من به عنوان یک وکیل اینه که تو رو از قوانین مطلعت بکنم. خیلی، یک، وکیل کار درستی نیست که براش کار کنه، براش برای شما کارفرما پیدا کنه. موقعی کارفرما پیدا بکنین، خب یه شرایطی داره که اون کارفرما باید انجام بده. اولا 8 روز شرکتش شروع نکرده، حداقل یه سابقه باید نشون بده، سابقه درآمدش نشون بده که بگه اگر این شخص رو من استخدام بکنم هنوز درآمدم منفی نمیشه، درآمدم منفی نمیشه یعنی نگاتیو نمیشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا بگم من یک نفری که استخدام دارم، الان برای یه نفر مثلا من تقاضا کردم که اول ما باید حقوقش رو تعیین میکردیم، حقوقش من تعیین نمیکنم، کارفرما تعیین نمیکنه، وزارت کار تعیین میکنه، تعیین میکنه میگه 75,000 دلار. نگاه میکنیم به این درآمد این شرکت در ظرف 3 سال گذشته و در تمام موردی که این کیس که باید درآمدش از 75,000 دلار بالاتر باشه. اگر 70,000 دلار درآمدش باشه شرکت نگاتیو میشه و دولت این رو اجازه نمیده. این صحبتی بودی که یه نفر به من کرد. یک، باید کارفرماتون رو خودتون پیدا بکنین. حالا چرا من نباید این کارو بکنم؟ برای اینکه من موقع شما رو که به عنوان کلاینت میگیرم، اینترست شما بالاتر از اینترست خود منه. موقعی که یه نفر کارمند من بخوام بگه کارفرما رو به اونم رپرزنتش بکنم، من سعی میکنم برای شما بهترین حقوق رو بگیرم. کارفرما میخواد میتونه پایین ترین حقوق رو به شما بده، یعنی پریویلینگ ویجنس داشته باشه. رون حساب این دوتا کانفلیکت با هم میکنه و وکیل نباید این کار رو بکنه. رون حساب اکثر کسانی تلفن کنن، من معذرت میخوام، من هیچ رولی در پیدا کردن کارفرما ندارم. البته ممکنه کسانی دیگه بکنن، من این کار رو انجام نمیدم. در یه موردی بودش که یه عده‌ای که
شکایت مشابه دارن، یعنی شکایت های مشابه دارن. خب این رو بیشتر اگر دیدین تو تبلیغات تلویزیون هستش که مثلا برای یک بیشتر یه پادگانی بوده در طرف های شرق آمریکا، ساوث وست آمریکا، که این آباش آب خوردنیش باعث سرطان میشه. خب اگر این 5000 تا مثلا ممکنه خب در طول مدت 20 سال 15 سالی که این پادگان اونجا بوده، خیلی ها اومدن رفتن اونجا، خدمتش انجام دادن رفتن اونا، بعد اومدن مثلا کانسر گرفتن. خب اینا رو که جاج نمیاد یکی یکی رو، یعنی ترجیح میدن که این کار رو نکنن. وکلا میگن بهترین کار اینه که ما اینو همه رو توی کلاس بذاریم. کلاسی که چه کلاسی؟ کلاسی که همه اینا کامپلینشون شبیه به هم دیگه هستش، مثل هم هستش. میگن خیلی خوب، البته برای این کلاس رو باید جاج اول سرتیفای بکنه، ببینه که برای همه این 50 حداقل 25 تا، برای این 50 تا کسی که شکایت شده همه رو میتونه سرتیفای میکنه، اجازه میده که کلاس اکشن باشه یا نه نمیتونه انجام باشه. بعد شما ممبر آف کلاس میشین. اون وقت بعضی ها هستن که میگن آقا ما به این کلاس میخوایم جوین بکنیم، بعضی ها میگن ما نمیخوایم جوین بکنیم. ولی اون چه که مسلمه موقعی جاج تصمیم گرفت درباره اون کلاس، این شخص آپتین میتونه بکنه، میتونه بگه منم هستم، یا خودش شخصا یک کلیم دیگه بیاره. این در مورد کسانی که در این مورد سوال کردن. در مورد اسایلم که الان بگم، متاسفانه وضعیت همین وضعیت مملکت خودمون رو نگاه بکنیم. ببینید من یادمه که مثلا بگم پیش از سال 79 ما فکر میکنم که در حدود 50 خورده‌ای پناهنده داشتیم، الان هر روزی 50 تا چیز داریم، پناهنده داریم. متاسفانه مردم هستن که دلیل اقتصادی رو نمیشه زیاد باهاش سوار شد، ولی به علت مشکلاتی که گاورمنت براشون به وجود میاره، حقوقش رو ضایع میکنه. یا مثلا یک نفر هستش که از نظر مذهبی اون مملکتش داره اذیتش میکنه، به عنوان مثال بخوام بگم بهایای خودمون در ایران، اون طرف خیابون که از من متولد شدم اونم بچهش اونجا متولد شده، پدر مادر من مسلمان بودن، پدر مادر اون بهایی بوده، من میتونم دانشگاه برم اون نمیتونه دانشگاه بره، من نمیدونم بهم تحقیر نمیشه اونو تحقیرش میکنن. در صورتی خب اگر که شما نگاه میکنین دولت داره چیکار میکنه، از حق این فرد که آزادی انتخاب مذهب هست داره ایراد ازش میگیره، به علت اون تنبیهش میکنه، دانشگاه اجازه نمیده. من یادم در حدود شاید 20 سال پیش بودش که یک آقایی بودش که در ایران چون دانشگاه بهایی ها رو راه نمیدادن، اینا اومدن تو خودشون، یک سری دندون پزشک بودن که توی یک خونه ها این بچه های جوان های باهایی رو تعلیمشون میدادن. و اینجا موقعی که اومد، علاوه بر این که ما براش اسایلم گرفتیم، ما ثابت کردیم که آقا با این تجربه که این داره، این میتونه سر امتحان دندون پزشکی حاضر بشه و اجازه بهش بدن یک مدتی برای دندون پزشک کار بکنه تا بهش لایسنس دندون پزشکی بدن. خب شما اگر اومدی که مثلا برای اومده گاورمنت، نه همسایه بغل دستیتون بهتون ظلم کرده باشه، اگر گاورمنت از یه حقوق اصلی شما رو محروم کرده، شکی نداره که دو تا قانون هستش، یکی کانونشن اگینست تورچر، چیزی که قبلا اتفاق افتاده، یه چیزی هستش که فیوچر پرسیکیوشن.
من توی خیابون داشتم راه میرفتم، چون موی سرم یک کمی کم بوده، اومده پلیس به من چیز کرده، پلیس گشت ارشاد کردن. آدم موقعی که اینو با این اتفاقاتی که میفته خندش میگیره که مثلا چجوری خداشون چجوری با هم دیگه رفتار میکنن. اون من اومده گرفته و من اعتراض خواستم بکنم اینا، نه اینکه بخوام مقاومت کرده باشم. من هول دادم بعدن که رفتم توی اون محلشون، کمیتهشون یا هر چیزی، توهینایی به من کردن که تو ببخشن صحبت میکنم، تو اینجوری که صورت تو درست کردی مثل فلان همون، آخه به تو چه مربوطه؟ من دارم میخواد مثلا صورتمو ماجیک قرمز بزنم یا ماجیک سبز بزنم، آخه به تو چه؟ من حق کیو ضایع کردم؟ و اونجا خب میتونسته مثلا اگه به چیز میداده، مثلا ادوایس میده که تو توی مملکت اسلامی هستی باید اینجوری باشه، اینجا فاین میتونه این کار رو بکنه، ولی اگر بگه تو جلوی ده، بگه تو اینجوری که چیش کردی مثل فلان که دمونی، این خب چیه؟ این تورچره. تورچر که نباید فقط فیزیکال باشه، میتونه منتال باشه، و این رو جلوی یک ده شرمنده کرده. خب یا اینکه مثلا یه نفر رو من تعجب میکنم هنوز الان که شنیدم یه خانم یکی وکیل بوده در ایران، چه دنیای وکیل رو نمیان بازداشتش بکنم برای خاطر اینکه داره از یکی دفاع میکنه. این از اون چیزایی که آدم میگم وقتا بگفتم مرغ پخته خندش میگیره. ولی اومده چیکار کرده؟ این دولت اومده حق اینو ضایع کرده در که یا این اومده شلاقش زده، یا موقعی رفته اونجا یه نفر بهش سیلی زده، یا مثل اون خانم مهسا به اون وضع درش آورده. این در قدیم افتاده، در حدود 70 خورده سال. درسته که دولت ایران جز به اونا نبود، ولی ناظر بودش. اومدن یه چیزی رو اصلا کانونشن اگنست تورچر، که اگر یک نفری در مملکت خودش مورد توهین قرار میگیره یا حقوق اولیش ضایع میشه، بقیه دولت ها موظفن اگر این خواست پناهندگی بگیره، خودشو به یه محل امنی برسه، سیف پلیس خودشو برسونه، بهش پناهندگی بدن. خب اینو قبول. حالا یه موقع هستش که به عنوان مثال مثلا میگم، ممکنه آقا یا خانم ایکس اومده باشه اینجا، دانشجو بوده باشه، بعد یه مدت اینجا بوده، خودش که مذهب انتخاب نکرده، موقعی که مذهب، موقعی که متولد شده، در گوشش چیزی خوندن، اسمش هم یه چیزی گذاشتن و همجوری بزرگ شده، بدون اینکه مثلا یک سری کلاسایی هم رفته که به حساب تحمیل شده بهش که اون کلاس ها رو بره، وگرنه فارغ التحصیل نمیشه. رفته اونجا یه چیزایی براش خوندن که اصلا نمیفهمیده، یه سری قوانین. بعدا اومده مثلا رفته یه مملکت آزادی، بررسی کرده، دیده بعضی از این چیزها یه کمی سخت هضم شدن بکنه، و اومده چیکار کرده؟ اومده گفته که یا من اصلا مذهب نمیخوام، که میتونه بگه من مذهب نمیخوام اصلا، مگه ما در خود دین اسلام نمیگیم خدا همه جا هست؟ من اگر اینجا نشستم میتونم به خدا پناه ببرم، دعا بکنم، ازش چیزی بخوام، و یا هر چیز دیگه میتونم بالا پشتبون برم این کارو کنم، برای اینکه خدا همه جا هست. نباید به یک محلی مثلا تعظیم بکنم، به یک زاویه تعظیم بکنم، میتونم همه جا بگم خدا منو ببخش، خدا من گناه کردم منو ببخش. خیلی خوب، این میاد اینجا میبینه که تو این جامعه که این زندگی میکنه از این خبرها نیست، تفحص میکنه،
میگرده، بعدم میبینه که آره من میخوام از این مذهب پیروی بکنم، مذهبش رو عوض میکنه. خب این میترسه که بره مملکت خودش، این یه چیزی که در آتی اتفاق میفته، اون یکی در قبل اتفاق افتاده بهش شلاق زده بودن یا توهین کرده بودن در قبل اتفاق افتاده، ولی این در فیوچر اتفاق میفته. من اگر برم اینجا مثلا که بدونن که من مذهب رو عوض کردم، مرتد میشم و تنبیه میشم. خب اینو بهش چیار میکنن؟ اصلا میتونه اینجا دولت بگیره بهشون و بهشون اجازه بده که در این مملکت زندگی کنن. الان من یه سری کلاینت هایی دارم که اسمشون رو میخوان عوض بکنن. مشکل من با این اینه، الان نمونه کاملش اینه که یه کلاینتی دارم که برای همسرش میخواد تقاضای سیتیزن آمریکاست، میخواد تقاضای سیتیزنشیپ بکنه. موقعی که بهش گرین کارتش رو صادر کرده بودن، مثلا اسمش بوده، این حقیقت نمیخوام بکشم چی کنم، سید فلان. این اومده تو تمام مدارکش سید رو برداشته. الان موقعی که رفته برای همسرش سیتیزنشیپ تقاضا بکنه، اومدن بک‌گراندش که نگاه کردن، دیدن اسم این سید احمده، مثلا اسم این احمده. میگن تو ثابت کن که هر دوتون یکی هستین. بعضی این اتفاقا زیاد میفته، برای اینکه سر و سر دنیا میگم یک اسم خیلی شایعی هست، مثلا محمده، شاید بیش از هر، یا جوزف هستش، چیز ایسا، یا موسا هستش. خب ممکنه موسا ده تا موسا باشه، ممکنه حتی اسم فامیلشون هم یکی باشه. همین هم در الان مشکلی که ما داریم اینه. حالا راه حل چیه؟ اگر احیانا میخوان اسمتون رو عوض کنین، خودتون خود به خود عوض نکنین، یا برین کورت اجازه بدین دادگاه این رو براتون عوض بکنه، یا اینکه موقعی که تقاضای سیتیزنشیپ کردین بگین من میخوام به این اسم بخونین. آیا اسم قبلی داشتین؟ آره، ولی الان از این به بعد من به جای سید احمد فلان میخوام بگی احمد فلان. رو حساب این مشکلم که الان با خیلی ها من مشکل دارم، میخوام اینو بگم، اسمتون رو عوض میکنین حتما باید کورت اوردر باشه در آمریکا، یا در ایران فکر کنم همین باشه، نمیدونم در ایران چجوریه، ولی در آمریکا رو میدونم که این اینجوری هستش. در مورد وقت کنسولگری، من الان با دو تا کنسولگری در تماس هستم، هنوز کارم کامل نشده باهاشون. به عنوان مثال الان من با یک کنسولگری در کنسولگری آمریکا در تماس هستم که اینا تازه شروع کردن اپلیکنت های ایرانی رو قبول بکنن. یه موقع نمیدونستیم که اینا چجوری پرداخت بکنن، فی که میخوان، هزینه که باید برای کنسولگری پرداخت بکنیم نمیدونستیم، ولی الان قبول کردن که با کردیت کارت از بانک آمریکا میتونیم ما اینو پرداخت بکنیم. پرداختم کردیم. الان موقعی که میخوایم اجازه بگیریم، میگم هنوز سیستمشون جا نیفتاده، روی حساب این کارو من میکنم. درباره اصالم که بخوام بگم، خبری که بهتون بگم اینه که بعد از اینکه اون دستور آقای ترامپ که از بین رفت، خب دیدیم که سر مرز هزارها هزار هزار، شاید بیش از یکی دو میلیون نفر همینجوری سرشون انداختن پایین اومدن اینجا. بعدم گفتم ما کاری که میکنیم اینه که دولت دستور داد، گفت کاری که میکنیم یک دونه سایتی میذاریم، خارج از آمریکا یه نفر هست، مثلا در مکزیک هست، پاناما هست، هر جایی هستش، اینجا برن اسم نویسی بکنن و
ما بررسی بهش میکنیم، میگیم میتونیم بیاریم برای اسالم یا نه. این رو کورت ردش کرد، نانسر که در کالیفرنیا این رو رد کرد، گفتش که این موازین کانستیتوشن رو مراعات نمی کنه و صحبت غیر قانونی هستش. دیگه در مورد آمنده مثال، خیلی کسانی هستن که تقاضای پناهندگی کردن، ماها و ماها و چند سالی اینا منتظر نوبت بودن که بیاد چی بشه، که بیاد نوبتشون بشه برن افرمتیو هیرینگ. افرمتیو هیرینگ چیه؟ اولین جاییه که شما موقع تقاضای پناهندگی میکنین پلو جاج نمیرین، یا آفیسر رو که مال USCIS هستش و قسمت اسایلم هست، تا الان اکثر اینا وکیل نبودن ولی الان یکی دو ساله شروع کردن وکیل استخدام کردن برای اینکه این رول این آفیسر رو بازی بکنن. موقع شما اسایلم تقاضا میکنین میرین پلو این اسایلم آفیسر، اسایلم آفیسر اونجا چیکار میکنه؟ یه سوال جوابی میکنه ازتون. در اونجا آیا حق وکیل دارین؟ آره، ولی وکیل اونجا نشسته که ببینه که اگر اسایلم آفیسر این شخص متقاضی رو، این اپلیکنت رو داره بهش تریک میزنه، سوالایی میکنه از این ور از اون ور، این رو کانفیوزش میکنه، وکیل میتونه چیکار کنه؟ اعتراض میکنه. وگرنه وکیل اونجا میشینه، برای اینکه اون که نرفته مصاحبه بکنه، آفیسر با این اپلیکنت مصاحبه میکنه، این وکیل اینجا فقط ناظره که اگر احیانا آفیسر یکم این ور ورش کرد اعتراض بکنه بگه نه شما این کار نمیتونی بکنی. علاوه بر اون ممکنه یه جاهایی از توی مصاحبه به اصطلاح خودمون این کلاینت توپق زده باشه، یه سوالی رو یا نفهمیده یا قشنگ نتونسته توضیح بده. بعد از خاتمه این صحبته که مصاحبه که میکنه با آفیسر، این میاد چکار کنه؟ همون سوال رو دو مرتبه اجازه داره که اون سوال تکرار بکنه و بدونی که مطمئنن کلاینتش میفهمه که به سوال چی جواب میده. اینو بهش میگن افرمتیو هیرینگ. و در افرمتیو هیرینگ یا به طور کلی اینجا میخواد آفیسر ببینه که آیا تو کلیمی که میکنی حقیقت داره یا نداره. برای همینه از توی اون دکلریشنی که تو نوشتی سوال میکنه و بیشتر کجا میتونه نگاه بکنه؟ بیاد تاریخ رو نگاه کنه. مثلا به من بگن تو جرد سالی که مثلا بگم چه سالی فارغ التحصیل شدی؟ جا به جا من میگم فارغ التحصیل شدم. اگر به بگن هفته پیش زور چی نهار خوری؟ نمیدونم. یک سری سوالایی هستش که آفیسر میکنه و از بیس آن برپایه اون دکلریشنی که شما نوشتین، من بهش کم انشا، اون انشایی که نوشتین وضعیت زندگیتون رو توضیح دادین و آخر سرش تصمیم میگیره. نمیتونی جا به جا تصمیم بگیره، معمولا بعد از چند روزی بهتون باید جواب بدم. من کیسی دارم که بعد از اینکه همه این کار رو ما کردیم، بعدن اومدن گفتن که آقا مثلا این شخص باید و خاتمه خدمتش رو برقش رو فهمونه خودم خدمت، این جز طبق قانون ایران این محف بوده اصلا. هر روز یه سال خورده گذشته جوابشو بدن. خب اینو ما منده مسیجی بکنیم چکار میکنیم؟ شکایت میکنیم به فدرال کورت که جاج ما این شکایت داریم. دولت هر گفته ما کردیم، اپلیکیشن بنویس کردیم، فینگرپرینت گفتیم کردیم، مصاحبه بیا انجام دادیم، گفته خدمت سربازی انجام دادیم، همه کارا رو ما انجام دادیم. این
دولت رو مجبورش کنین به ما جواب بده. خب من درباره من، یا اینکه مثلا بگم یه نفر رفته کنسولگری باهاش مصاحبه کردن، موظف کنسول بهش زود جواب بده. اگر میخوای بهش ویزا بدی ویزا بده، اگر نمیخوای ویزا بدی چیش کن، اینو تورچرش نکن دیگه. یک سال نیم اونجا بشینه منتظر بشه، امروز نامه میاد فردا نامه میاد. به هر صورت در مورد این که صحبت رو بردم، در مورد اسالم گفتم، این اسالم هیرین هستش. خب ولی الان به تو میگن که برو خارج از مملکت اونجا تقاضا بکن، تازه سیستمشون هم کار نمیکنه. خب الان اعتراض شده که اولا خلاف قانونه، دومن چیه؟ دومن سیستمتون رو لامندسین. من خودم الان یک کیسی دارم که رفیزش کردن و موقعی که نگاه میکنم ببینم که به من دیر خبر دادن. نوتیس یکی از چیزهای مهمه که باید در یه موردی جاج به آدم بده، اگر جاج نده آدم میتونه به مرجع بالاتری شکایت کنه به یکی اونجا. به هر صورت من ده مثالی که ما داریم الان اکثرا مال کسانیه که سالهاست تقاضای پناهندگی کردن، پناهندگیشون جواب ندادن، یا اینکه کسانی که رفتن کنسولگری مصاحبه باشون کنسول کرده و یه سالی که هنوز بهشون ویزا ندادن. آخرین کسی که من داشتم در این مورد یه کسی بود که در ابوظبی بود و این اپلیکنت گرین کارت هولدر بودش و برای زنش و بچهش تقاضا کرده بود و ما شکایت کردیم. موقعی از دولت شکایت بکنی تو، اگر در فدرال کورت، در فدرال کورت موقعی که من از یک آدم non-governmental entity یک مؤسسه غیر دولتی شکایت بکنم، موظفند از 30 روز 20 روز و 30 روز جواب بدم، بستگی داره. موقعی از گاورمنت شکایت میکنم، گاورمنت به 60 روز وقت میدن. خب من از طرف کلاینت رپرزنت میکنم کلاینتو، دولت رو که رپرزنت میکنه اسیستنت دیستریکت اترنی اون منطقه. اسیستنت دیستریکت اون منطقه یعنی چی؟ یعنی ما در آمریکا 11 تا دیستریکت کورت داریم. مال کالیفرنیا مزد بخوام سرکت داریم، 11 تا سرکت داریم. تو هر سرکتی رول میکنه روی یک گده از ایالات. مثلا 9th سرکت که در سان فرانسیسکو هستش رولینگش فایناله برای دستورهایی که در ایالت واشنگتن داده میشه، اورگن انجام میشه، اریزونا انجام میشه، کالیفرنیا انجام میشه، نوادا انجام میشه و هاوایی. خب این موقعی که به دیستریکت کورت که شکایت میکنی، شما بگه اولا این اولش برای قاضی نمیدی که کی اینا رو رپرزنت میکنه. توی این 6 تا ایالت که من گفتم، تو هر کدومشون یه سری دیستریکت کورت هستش، هر کدومشون اسیستنت دیستریکت اترنی داره. اسیستنت دیستریکت اترنی میشه وکیل گاورمنت، من میشم وکیل این کسی که تقاضا کرده. ما با هم دیگه صحبت میکنیم. اکثر این موارد مثلا اسیستنت دیستریکت اترنی تلفن میزنه میگه فلانی سر ما خیلی شروع بوده فلان، یه 15 روز یه ما با وقت بیشتر بده. میگیم خیلی خوب. یه موقع هستش که کیس 6 سال یا 7 سال منتظر اپرووال اسالمش بوده، موقعی که تلفن میزنه میگه 120 روز من وقت نمیگم، افکرش نمیتونم وقت به تو بدم.
7 سال شما وقت داشتین این کار انجام. دولت تو عضو دولتی اساس انتشکتانی جزء وزارت دادگستری امریکا هست، اتونی جنرال هست. الان 123 چی وقت برن؟ از اون طرف هم بعضی هستن این دیسترکتونی ها به محض این کیس بهشون داده میشه فورا. من کیس ها ایدم که مثلا طرف وکیشن بوده، من یه چی خواستم ایمیل که زدم تو ایمیلش این اکسس داده همونجا جواب داده رون حساب. این از جریان منده مثالی که ما داریم. دیگه من درباره چی آن دریم اکت که هنوز صحبت نشه، یا یه چیزی که من بگم و اون اینه که الان هم اونایی که توی تلویزیون رو تماشا میکنن میبینن که چقدر پارلمان آمریکا که هاوس آف رپرزنتیتیو باشه و سنا باشه و وزارت به حساب اترنی جنرال آفیس اف بی آی اینا همه الان یک حالت مسئله انتخابات یک سال دیگه است. یکم ریخته به هم و فکر نمی کنم قانون ایمیگریشنی بین الان تا یک سال دیگه اتفاقی بیفته. باید صبر کنیم ببینیم چی میشه. و من چیزی به جز این که کسانی که مثلا بگم الان سابستیتیوت میخوام بکنم یه اپلیکنتی، یه پتیشنری تقاضا کرده برای مثلا پسرش 13-14 سال طول میکشه پسر مجرم متعهله. بعد در این زمان خب الان حساب کنیم 44 سال که ما متاسفانه اومدیم آمریکا، یکی اومده مثلا 40 سال پیش اومده آمریکا، 35 سال پیش مثلا سیتیزنشیپ گرفته برای پسرش متأهل بوده تقاضا کار کرد، در 12-13-14 سال طول میکشه که تا بیاد چی بشه، تا بیاد نوبت این پسر و خانمش بشه بیاد. در این زمان ممکنه این پتیشنر فوت بشه. خب این الان چاره ای داشته یا نداره؟ در سال 2000 جریان این بود که موقعی که یه نفر میمیره پروندهش هم میمیره. 2002 بودش که گفتن نه، اگر احیانا بنفیشری در آمریکا لیگال باشه اون رو میتونیم پروندهش رو ریوایف بکنیم. من یادم اون موقع یک نفری بود آقای آسوری بود در فلوریدا بودش که در اینجا بود فکر میکنم با ویزای، الان یادم نیست مال خیلی وقت پیشه، این با ویزای کار اینجا بود و اونو ما فورا درست کردیم گفتیم خیلی خوب دستور دادن اونا که در داخل آمریکا هستن ویزاشون رو دو مرتبه ریوایو بکنن. چطور میشه؟ پروسسش چجوریه؟ موقعی شما براتون یک پتیشنر فوت میشه ممکنه مثلا دو هفته دیگه نوبت کی باشه، اینا انقدر وقت کردن که دو هفته دیگه اصلا نوبت مصاحبه کنسول گیر میشه. کنسول اینجا سوالی که میکنه یکی درباره وضعیت مادی پتیشنر نگاه میکنه، یکی میگه پتیشنر کجا هستش، دامیسلری پتیشنر رو میخواد. قدیما یه مرتبه مثلا میمدن چیکار میکردن، میگفتن که برو یه عکس از پتیشنر بگیر با ساندی پیپر همون محلتون عکس بگیر برام ما بفرستن. بعضی موقع تلفن میکردن، ولی الان راهای دیگه است که بفهمن این پتیشنر کجا هستش. به محض اینکه بفهمن که پتیشنر فوت بشه پرونده رو برش میگردونن. برش میگردن به کجا؟ برای اینکه ما الان توی کنسولگری هستیم، تو وزارت کشور، میره به وزارت کشور. تو کجا؟ تو ام بی سی. ام بی سی جایی که اینا رو همه رو اسکجولشون میکنه. ام بی سی اینو بر میگردونه به یو اس سی آی اس، میگه این پرونده که شما اپروف کردین اپرووالش رو ریوک بکنین. الان
قانون آخرین که ازش که ما داریم انجام میدیم اینه که میگم آقا درسته که ریوک کردین، درسته که این شخص فوت شده، ولی ما یه سری اینترست های دیگه داریم، اینا رو شما باید چیکار کنین؟ اجازه بده که یه نفر بیاد و به جای پتیشنر این کار رو انجام بده. این الان برای خیلی اتفاق میفته، برای اینکه الان 40 خورده سال ما اینجا هستیم، 40 خورده سالی که این همه پناهنده ایرانی در آمریکا هستش که سیتیزن شدن، نمیدونم گرین کارت گرفتن، تقاضای بر و اهمیتی به سنم نداره، ممکن نفر خدا نکرده 30 ساله بوده تصف ماشین کرده، ممکن نفر 80 ساله بازم زنده باشه، نمیدونیم اینا رو. ولی اگر احیانا پتیشنر فوت بشه چیکار میتونیم بکنیم؟ پرونده رو 2 مرتبه میتونیم زنده بکنیم. من به طور کلی اگر که بخوام اینو رپ هاپش بکنم، یکی اینه که در مورد سپاه من صحبت کردم، وقت کنسولگری الان داریم سعی میکنیم یه کاری بکنیم با سفارتخونه‌های دیگه انجامش بدیم، اسایلم رو صحبت کردم، دکار رو صحبت کردم، کلاس اکشن رو صحبت کردم، اسایلم رو صحبت کردم و من دیگه زیاد صحبتی ندارم که الان به منم میگن که برنامه تموم شده. پیش از اینکه امیر به من اعلام بکنه که برنامه تموم شده، من خودم بهتون میگم برنامه تموم شده. تا هفته دیگه، روز زیارتون خوش. دکتر ایرج ناصریان، وکیل رسمی امور مهاجرت در ایالت کالیفرنیا، دادگاه‌های فدرال و دادگاه‌های BIA در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبانان در سراسر جهان. در دفتر حقوقی دکتر ایرج ناصریان، امور مربوط به اخذ ویزاهای کار، دانشجویی، اقامت دائم و گرین کارت، تبعیت و همه موارد قانونی مهاجرت به ویژه جلوگیری از اخراج موکلین با دقت پیگیری و تا گرفتن نتیجه مطلوب انجام می شود. برای انجام کارهای مهاجرتی خود با اطمینان با دفتر حقوقی دکتر ایرج ناصریان تماس بگیرید. تلفن های تماس 855-947-7900 و یا 310-337-7900 و یا ارتباط از طریق وبسایت www.lyingcal.com.